خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به اختلافات اصولگرایان با رئیس مجلس و وزیر خارجه ایران خواهیم گفت. و همینطور نزدیک شدن بیش از حد روزنامه‌ها به شبکه‌های مجازی. و در ادامه برنامه، من گوسفندای زیادی ندارم ولی دایناسور دارم. بزرگترین دایناسور دنیا، جنگ دنیا و هنری که دنیا را تکان داد در برنامه‌های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنود، این هفته بذارید به جای سیاست بریم سراغ دنیای هنر و سینما که سینماگر بزرگی مثل برتولوچی را از دست داد. سلام، بله این هست. مضافم به این که اون چیزی که گفتم شرحش اتفاقا هم از همین اول معلوم میشه، این که روزنامه ها تا یه اندازه ای نزدیکشن به شبکه های مجازی به طوری که بتونن از اونها استوری در بیارن به قول خودشون، یه ای به عمده ای که داره اینه که شبکه های مجازی فراتر از قانونن یا خارج از قانونن و بنابراین اگه قرار بشه هرچی که تو اونها میگرده رو ما بتونیم بکشیم به صفحه های روزنامه ها، یه اتفاق عجیبی از نظر حقوقی، از نظر وظیفه ما ها، از نظر اعتماد سازی مردم به وجود میاد که امیدوارم بزرگتر از این که هستش نشه. اجازه بدین نگاه کنیم اول به روزنامه هفته صبح با تیتر دو افشاگری و یه خاله‌بازی، روایت‌های از محمد بلوری، افشین پرورش و البته سرکار خانم لیلا بوشهری. بله، هر ستای این موضوعها موضوعی است که از توی شبکه‌های اجتماعی از اینستاگرام اینا اومده بیرون، حرفای زده شده. خب بالاخره چند سال است که آقای پرورش این مسئله دنبال میکنند و میگن اینکه بیاد یه مرتبه تیتر اولیه روزنامه. برای کسایی که نمیدونن شاید بگیم که آقای افشین پرورش مدت هاست که در مورد حالا دزدی های سرقت های هنری و اینا مدام اطلاع رسانی میکنن، در حد تهمت دیگه. بله، در حد که حالا معلوم نیستش که صحت و سقمش باید تایید بشه یا نشه، فقط میگم که در صد این کار الان سالهاست انجام میدن و اشاره شده به یک مقاله از آقای بلوری در مورد قطعه زنجیری. این بخشیست از خاطرات آقای بلوری. آقای بلوری خاطراتش رو هنوز منتشر نشده، داره میشه. یک روزنامه نویس با سابقه، همیشه صفحه حوادث بوده، تو دل حوادث بوده اینا، ولی همه اینها بالاخره اینطوریست که ازش نمیشه اینطوری در آوردش که گزارش و خبر نیست. آره نیستش. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم. گفته دلار پایین آمد، قیمت ها نه، مانع کجاست؟ بله، ببینید کیهان چند تا موضوع، چند تا سرفصل یا چند تا به قول ما سرمشق داره که هر چی رو بهش میگن بنویس تو اون مینویسه. یکی مخالفت با همون FATF یا اصولا مسئله پرشویی و این اجتماع، اصولا این جناح با یه جورای مخالفت با برجام. آره و برجام، ولی اصولا این جناح با هر نوع شرکت در هر نوع جریان بین المللی مخالفه. یعنی یواش یواش این مخالفت داره میرسه به اونجایی که با کل نهاد سیاست خارجی مخالفه، با کل نهاد وزارت خارجه مخالفه و هر چی که تو این زمینه ها هست. برای هر کدوم از حرفا میره استدلال به اونجاها میرسه، از جمله همین تیتر، غیر از تیتر یک و اون گزارش تحلیلی کیهان، این سونامی سالخوردگی مردم ایران نسخه کیسینجر روی میز مجلس. ببینید یه ذره به شوخی نزدیک میشه که ما هر چیزی که دلمون نمیخواد بعد بریم براش زمینه درست کنیم که یه زمانی این ماجرایی که ایشون داره میگه ظاهرا یک پالیسی است که در یه زمانی کیسینجر، پس معلوم به 40 و چند سال پیشه، داره نزدیک 50 سال پیش میشه، 50 سال پیش یا موقعی که وزیر خارجه بوده یا موقعی که دبیر شورای امنیت ملی بوده یه گزارش داده به دولت، تو اون گزارش هم یه حرفی زده. حالا شما میخوای مخالفت کنید با اینکه چرا میگین که دخترها زیر سن ازدواج نکنن و بنابراین حالا میرین اون گزارش رو در میارین میگین که این همون چیزیست که کیسینجر پیشنهاد داد.
خب روزنامه بعدی خود روزنامه ایران هست، روزنامه دولت. خب موضوع اساسی که شما گفتید در اول برنامه طبیعتاً تو روزنامه کیهان ایران روزنامه دولته و روزنامه‌ای است که در واقعش مسئول حمایت میکنه از رئیس جمهور، و حالا که دیگه صحبت آقای لاریجانی هم پیش اومده است، بنابراین اسمش میذاره بازی استیضاح، بقیه روزنامه ها هم بهش پرداختن. اصولا نقطه اصلی تحولات هفته گذشته بود همونطور که شما گفتید. روزنامه بعدی سازندگی هست که فکر کنم سازندگی هم باز به همین موضوع پرداخته. حربه استیضاح، یعنی حالا دیگه فقط در مورد وزیر خارجه و وزیر دیروز هم که استیضاح خود آقای لاریجانی هم الان روی میز اصولگرایان هست، وزیر دیگه هم حرف و گفتگو و حدیثش پیش اومده است، به نظر میاد دیگه از وزرا رفته رسته به خود آقای لاریجانی. خب روزنامه آخر اعتماد، ماجرای شهردار تهران در همه دو هفته گذشته مسئله بود، یعنی در حالی که جناح اصولگرا ایراد میگرفت به اینکه اصلاح طلبان نمیتونن یه شورا رو اداره کنن و بنابراین نیا کنیم با شورای اول چیکار کردن، الان هم اومدن رفتن در یه فاصله عمری نسبتا کوتاه سه تا تالا شهردار رو آوردن و حرفی راجع به اینکه هر کدومشون خب به یه ترتیبی کنار گذاشته شدن، ولی به هر حال از این گذشته در مورد آقای حناچی اصلا احتمال این نمی رفت. خب برمیگردیم و گزیده ها و مجله ها رو با هم مرور میکنیم، اما تا لحظات دیگر بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوست تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده در بی بی سی فارسی به ما بگید. احتمالاً این قلب 230 کیلو وزن داشته و با هر ضربان 90 لیتر خون رو منتقل می‌کرده. I remember very well in 2012 bets inside the State Department about how long Assad would last. And the betting was it was either going to be by Thanksgiving 2012 or Christmas. اما در ژانویه 1964 مجله لایف مقاله‌ای منتشر کرد که پرسش بحث برانگیزی طرح کرده بود. آیا لیکتنستاین بدترین هنرمند آمریکاست؟ سلام بهرنگ، هنر، جنگ، دایناسور، چه خبره این ماه؟ نسبتاً متنوع. اتنبرو و دایناسور غول پیکر داستان بزرگترین دایناسوریه که تا الان کشف شده. دیوید اتنبرو رو که میشناسین احتمالاً معروف‌ترین مجری برنامه‌های حیات وحش از راز بقا وقتی من و شما خیلی جوان‌تر بودیم. پیر شده. دقیقاً تا مجموعه سیاره یخ‌زده و سیاره آبی. داستان اینه که یه چوپانی توی صحرای در آرژانتین یه استخون 2 متری پیدا میکنه توی مزرعش و بعد دایناسور شناسا میان و شروع میکنن به گشتن و یه بعد معلوم میشه یه دایناسور خیلی عظیم الجثه‌ایه که اینو خورد خورد میبرنش آزمایشگاه. این یک مهره عظیم است، یکی از استخوان‌های ستون فقرات و کشف بسیار مهمی است، از آن جهت که احتمالاً شواهد بسیار مهمی برای تشخیص گونه جانوری دایناسور ما ارائه می‌دهد. این فسیل‌ها با آنکه تا حدود نیم تن وزن دارند به طرز عجیبی شکننده هستند. محکم و ثابته. آره. وضعیت قرار گرفتن این مهره اینه، مثل حالتی که تو حیوان زنده بوده، یعنی مرکز ستون فقرات اینجا و بعد تیغش در بالا. بله درسته، این مال قسمت وسطه، وسط قفس سینه. یعنی مال این قسمت. بله تقریبا همونجا. یه مهرش از قد منم بلندتره. ببین کلش 37 متره، بعد 70 تن وزنشه، قلبش به تنهایی 230 کیلو بوده. واو. هم وزن 3 تا آدم همچین درشت. بعد فقط پیدا کردن سرهم کردن این استخونا نیست، اینا میخوام بفهمن که این دایناسور چی میخورده، چه دایناسوری اینو میخورده، بعد چه شکلی راه میرفته، همه این
قشنگ یه داستان کارآگاهی طبیعیه که دیوید اتنبرو دو سال اینو از نزدیک دنبال کرده. چقدر جالب. خب مستند اتنبرو و دایناسور غول‌پیکر رو میتونید یک شنبه 25 آذر ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10 و نیم شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. مجموعه بعدی فکر میکنم برمیگرده به جنگ سوریه. دقیقاً. سوریه جنگ جهانی یه مستند دو قسمتیه که لیز دوست خبرنگار ارشد بین المللی بی بی سی ساخته. خانم دوست از اول جنگم درگیر گزارش کردنش بوده. جنگی که تو این 7 سالی که ازش گذشته تخمین زده میشه حدود 75 تا کشور دنیا به نوعی هر کدوم یه جوری درگیرش شده باشن و برای این مستند با خیلی از طرف‌ها صحبت کرده، با دولت سوریه، با روسیه، با جانکری وزیر خارجه سابق آمریکا، با وزیرهای خارجه عربستان و قطر. ببین تظاهرات که شروع شد یک سال و نیم بعد تبدیل شده بود به یه جنگ داخلی که یه طرفش گروه‌های مخالف مسلح بودن، ولی همون موقع تقریبا معلوم شد که این گروه‌ها حریف ارتش سوریه نمیشن. به همین خاطر خیلی از کشورهای طرفدار اینها میخواستن یه جوری به اینا کمک نظامی بکنن. Now the CIA came up with a plan to vet, train and arm the rebels themselves. There was a government that was really under siege, including in the capital city itself. There are never any guarantees, and I think the debates of that time all reflected that. The question was, again, how serious was the president when he said Bashar al-Assad must go? But the president's team was divided. He and some key advisors weren't convinced the CIA plan would work. The Obama administration was very, very reluctant to provide weapons to the opposition, and meanwhile, people were being slaughtered without the ability to defend themselves. So this is when you decided that you had to get involved by financing, providing arms for the opposition? We finally came to the point where we and a number of countries said we would rather do it with you. If not, we will do it alone. چقدر عجیب. وزیر خارجه عربستان رسما میگه چون آمریکا به اینا اسلحه نمیداد ما میدادیم. دقیقاً. جالبه که مثلا همین رو از وزیر خارجه قطر هم میشنویم که میگه که ما به خیلی از گروه‌های اسلامگرا از جمله جبهه النصره اولش کمک نظامی میکردیم، بعد میگه البته وقتی فهمیدیم که جبهه النصره با القاعده مثلا متحد شده دیگه این کارو نکردیم. حالا این بخش سیاسی داستان لیز دوست، چیزی که بابت شناخته شده است اون روایت انسانیشه. کلی داستان انسانی میشنویم تو این مستند دو قسمتی در مورد قتل عام‌ها، در مورد آدم‌ها، و به خاطر همین شاید دیدنش برای بچه‌ها مناسب نباشه. میدونم 7 سال داریم داستان سوریه رو تعریف می‌کنیم، ولی تو این مستند دو قسمتی یه جورایی این 7 سال رو به صورت کامل و همه جانبه تعریف کرده. اصولا کاری که همیشه لیز دوست میکنه همینه. علی‌رغم اینکه هر روز هم یک چیزی رو ما حتی خبرنگارا دنبال کرده باشیم، یک نگاه بسیار متفاوتی داره. خب اولین قسمت سوریه جنگ جهانی رو میتونید چهارشنبه 21 آذر ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10 و نیم شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. قسمت بعد رو هم میتونید هفته بعد در همین روز و ساعت ببینید. مستند بعدی فکر میکنم در مورد چیزای هنری باشه. دقیقاً. قوطی‌های سوپ و چهره‌های مشهور، داستان اینه که یه سبک هنری به اسم پاپ چه شکلی دنیا رو متحول کرد. پاپ آرت یه سبکیه که تا یه حد زیادی تو دهه 60 تو آمریکا تو نیویورک شکل گرفته. اسم بعضی از هنرمندای مشهورش مثل اندی وارهول یا روی لیختنشتاین میگفتن تو ایران بهشم، اگه نشنیده باشین بازم خیلی از کاراشون رو دیدین، کارهایی که خیلی وقتا پر از رنگای تند، از المانایی مثلا تبلیغات مشهور استفاده میکنه یا از چهرهای مشهور استفاده میکنه. و خارج از خود آمریکا توی فرانسه توی جنبش می 1968 خیلی تأثیرگذار بود و حتی توی چین تأثیرگذار بوده.
داستان اینه که خیلی ها این سبک هنری و اصولاً خیلی از هنرمندای سبک دیگه سبکای دیگه این اصولاً هنر نمیدونستن و به خاطر استفاده از این عناصر زندگی مدرن که به نظر میومد ستایش مصرفگراییه، ولی خود هنرمنداش میگن نه، ما از اینها استفاده میکردیم برای نقد مصرفگرایی. در دهه 60 جنگ ویتنام تبلوری بود از وحشت نهفته در دل فرهنگ مصرفگرایی رویای آمریکایی. این جنگ الهام بخش شاهکار روزنکویس شد. F-111 از 23 قسمت تشکیل شده و 26 متر طول دارد. نامش برگرفته از یک جنگنده بمب‌افکن معروف است. این نقاشی تصاویری از جنگ را با تصاویری از فراوانی نعمت که در دوران رونق اقتصادی آمریکا رواج داشت تلفیق می‌کند. یک دختر که زیر سشواری شبیه به یک بمب نشسته، یک سایبان لب ساحل و یک ابر قارچی شکل بمب اتمی، غواصی که نفس کم آورده. قسمت اصلی نقاشی بدنه یک هواپیماست. این ترکیبات هوشمندانه تبانی رسانه‌ها و ماشین مرگبار ویتنام را برملا می‌کند. کار قشنگی بود و فکر میکنم خیلی هم احتیاجی نیست که همه اهل هنر باشن، میتونن اهل هنر هم نباشن از این مساحت لذت ببرن. قوطی های سوپ و چهره های مشهور سه‌شنبه 20 آذر ساعت 9 شب وقت تهران، 10 شب کابل، 10:30 شب دوشنبه پخش میشه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم دارید میبینید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه‌ها و بقیه برنامه‌های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتماً با ما در میون بگذارید. و ممنونم از همکارم بهرنگ تاجدین. برگزیده‌ها این هفته روزنامه شهروند با تیتری که بسیار جنجالی شد و به خصوص حالا تو همون فضای مجازی واکنش‌ها بهش زیاد بود، در مورد ازدواج ناگهانی خمینی جوان که تیتر زده شده. در حقیقت تو روزنامه‌ها هم زیاد بود، یعنی در روزنامه‌ها هم به هر حال به نوعی مطرح شد. حالا روزنامه‌های اصولگرا و تندرو که خب اصولاً با اینکه چرا به اصطلاح شاهزاده واری رو صفحه اول گذاشتید مسئله داشتن، روزنامه دیگه از جهت دیگه از نظر خود نفس خبر، ولی به نظرم مهمتر از این که این دوال صفحه اول شهروند بنز کافی جنجال درست کرد، به خصوص اون ناگهانیش در تیتر، توضیحی که دیروز شهروند داد اون هم نسبتا مهم هست. کسانی که ایراد داشتن به این شماره، بعضی هاشون ایراد اصلیشون این بود که نشریه هلال احمر که وظیفه مشخص در مورد مصائب داره، در روزی که خبر زلزله وجود داره، در اون روز به یه همچین خبر اصلی متوسل نمیشه. حرف این بود و حالا اونا در جواب این یه توضیح نسبتاً مفصلی داده است اونجا که چرا اینطوریست، ولی به هر حال لازم ندیده که عذرخواهی کنه. میگوید که ما در صفحات مختلف اون راجع به مباحث زلزله می نویسیم، خیلی زیاد می نویسیم، فراوان نوشته ایم، هوا هم سرد شده، راجع به اینا هم می نویسیم و چنان که فردای اون روزی که این مطلب چاپ شده هم باز نوشته ایم. و در آخر سر میگوید که هدف اطلاع رسانی آموزش و آرامسازی مردم بود. یعنی در حقیقت ازش باید اینطوری استنباط کنیم که حرف ازدواج برای این زده شد که مردم ناراحتی زلزله رو فراموش کنن. این بخش جز وظایف هلال احمر نیست. نمیدونم جز وظایف روزنامه‌ها هست یا نه که به جای اینکه خبر یه ماجرای حادثه‌ای رو منعکس بکنن، در پی آرام کردن یه خبر دیگه رو منتشر کنن. اینم من دفعه اول یه میشنوم. خیلی مفصل توضیح داده که مثلا از روز اول خبرنگار اونجا داشتن در مورد زلزله و رفتن و در هر صورت این واکنش ها رو هم یک پاسخی بهش داده دیگه. بریم و متاسفانه برسیم به مرگ ناگهانی علیرضا رضایی. همینطور که آقای باستانی هم در 60 دقیقه توضیح دادند، اصولاً رضایی رشدش در مطبوعات ایران بود، حالا با نام بدون نام و اینا، و از همونجا شناخته شد و ذوقش و هنرش شناخته شد. وبلاگ هم مینوشت. بعد که در سال 88 رسیدیم و تو شلوغی 88 هم خیلی فعال شد
و بعد از اون بودش که دیگه وقتی از کشور اومد بیرون دیگه وسیل ارتباطیش منحصر شد به شبکه‌های اجتماعی، احیانا بعضی از تلویزیون. به همین دلیل هم آدم آشنایی است برای ایرانیان. من دیدم که مطلبی که پوریا عالمی نوشته بود به نظرم خیلی دلنوشته خوبی بود. شروع کرده با این که علیرضا رضایی چقدر خوب بود که تو شبیه خودت بودی، هیچ وقت خودت رو بیشتر یا کمتر نشون ندادی از چیزی که هستی. به راحتی میگفتی بعد از 88 که از ایران رفتی دست بر قضا نوشتن رو جدی گرفتی و ابراهیم نووی کمک کرد جایی بنویسی. نه از اون موقع حماسه ساختی که گمنام بودی، نه وقتی استر کردی از خودت اسطوره ساختی. یک طنزنویس بودی و تمام، مثل ما نبودی که توی هر سوراخی سرک میکشیم. تو طنزنویس بودی، خوب هم بودی، بلد هم بودی به خندانی، همه چیزو دست بندازی، بلد بودی تعصب نداشته باشی. و به هر حال از او تجلیل کرده پوریا از زبان یک طنزنویس از او تجلیل کرده، ولی به هر حال این پایان غم انگیز برای کسی که سن کمی هم داشت، خیلی موقعش نبود با وجود همه بیماری که داشتش، ولی غم انگیز بود. یه نکته دیگه هم اون هشتگی بود که دو سال پیش خودش گفته بود که فقط منو ببرید ایران. این هشتگ هم کلی بعد از اون شهر این که هواپیما بذارینم تو جسدمو بذارین تو هواپیما، از در پشت بندازین تو همون بیابونای اطراف که جونورا سیر بشن، ولی آخرش منو ببرین ایران. بریم سراغ مجله ها، شروع کنیم با شبکه آفتاب. شبکه آفتاب که معمولا تا اونجا که ما یادمون هست در همه 44 شماره گذشته بوده، همیشه پروپیمون خوب بوده، همیشه خوب بوده، همیشه هم سعی کرده یه سوژه رو بگیره که الان فکر کنم سوژه این هفتهش پول و باقی قضایا و بیشتر اقتصاد و تحریم و این چیزاست. گزارش نرگس یودکی گزارش خوبی است که با این عکس همراه شده. این عکسی که می‌بینید عکسی است که در روزهای، یعنی در اون فاصله حمله صدام به آبادان و حصر آبادان، بله، این امیلی امرایی یه کاری کرده که من یکی ممنون ازش به عنوان دو نسل قبل از او، به خاطر اینکه این نسل یک یا دو تا بعدن نسل شماها، امیلی از منم جوان‌تره. آره، نه نسل شما و امیلی و اینا همیشه یه حرفی دارید که به روشنفکرها میگین آقا این انقلابه چی بود شما کردید و فلان. ما هم با همین سیم میگیم آقا کی انقلاب کتر کردن ما این دوزین و اینا، این دعوا وجود داره. ما هم خب بذارید سنمون بالاتر، بلدیم چجوری گیر بندازیم. و رفته این حرف رو مستند کرده، یعنی از روز دوم بهمن سال 57 که دکتر برانی وارد شد و روز قبلش سایدی وارد شده بود رفت به استقبالش، شروع کرده و حرفایی که دکتر برانی نوشت و تندروی‌های شدید اول انقلاب در مورد امپریالیسم و آمریکا و خلاصه مجموعه‌ای شده انگار که این دفعه با دست پر اومدن به جدال با نسل ما. عالی. خب بریم عصر اندیشه رو هم ببینیم. عصر اندیشه یادتونه که این نشریه است که پیام فضیل نژاد از ابتدا سردبیرش بود و در حالی که به مباحث خیلی جدی می‌پرداخت، ولی معنیش این نبود که خیلی جدی میپردازه، اون مباحث جدی بود. سیاست خارجی، فلسفه مدیریت شهری، امنیت ملی، اینا همه مباحث بود، ولی واقعش این هستش که خیلی به دیده نمیگرفتیم مجله رو، به دلیل اینکه خیلی جدی و وفادار به حقیقت و واقعیت نبود. این دفعه نیست او و یعنی اسمش نیست توی مجله. یکی از اصلی ترین مباحث که مطرح کردم به عنوان مثال این رو بگم کافیه، موضوع عکس آقای پوتین برای این روجلده، موضوع گردش به چپ سیاست خارجی ایرانه، گردش به شرق در حقیقت داد بگیم. اینجا یه سری مطالب خیلی مهمی و حرفای خیلی جدی مطرح، مصاحبه‌های خیلی خوبی کرده است با آدم‌ها در همین ارتباط و من یک دو تا از مصاحبه‌ها رو که خوندم خیلی به نظرم مصاحبه‌های درستی مجله چه که خوبه این ائتلاف صورت بگیره یا نه؟ نه، هر مجله به طور کلی حرف ثابتی رو نمیزنه، یعنی در اصل ترقینش نیست. مصاحبه که با دکتر سجادپور کرده خیلی مصاحبه مهمی است، ایشون مدیر کل مرکز پژوهش‌های وزارت خارجه هست. اگه بتونیم خیلی خلاصه بهار جاودانه رو هم ببینیم. سعی می‌کنم.
ببینید از این روی جلدش که شبیه این آگهی های این فرقه های آمریکایی هستش، گرافیست در تأثیر اونا بوده، قرار داده به جای مهمی میرسیم، جایی که کوروش و زرتشت و گاندی و آقای ماندلا و بعد آقای احمدنژاد و بعد البته در کانون بحث هم مطالبات جهانی و آقای مشایی. آقای مشایی من قطعا شما بگم که ببینید پنج تا شماره این شماره ششمه با آره جاودانه، نشریه است که به حال پیرو آقای احمدنژاد از سطر اول تا آخرش، آگهی هم مطلقا نداره، یعنی حتی پشت جلدش هم مطلبه، در مجموع تنها آگهی که داره پنج شماره قبلی خودشه. از این پنج شماره شاید به جایی برسیم. تو شماره اول یه گفتگوی کرد با آقای محمد نوریزاد، تو شماره بعدی آقای مشایی بود، شماره بعدی هنگام شهیدی بود که الان زندانه، بعد شماره بعد از اون میبینید که آقای خزعلی است و همینطور آقای عبدالکریمی، بیژن عبدالکریمی استاد، و وقتی که تو میریم این روند ادامه پیدا میکنه، یعنی کسانی که اصولا شما به عنوان مخالفان یا اپوزیسیون در خارج و داخل کشور میشنوید، اونا اینجا هستن، حضور دارن، چند تا مصاحبه دیگه هم داره. خب یکی از مصاحبه هم که ما اصلا اصولا کلا نفهمیدیم موضوعش رو، اونم خب جالبه دیگه، اونم جز خاطرات ما باقی میماند که یک مصاحبه ای رو خواندیم و مطلقا نشناختیم که طرف مصاحبه کی هست. مطالبات بهاری جهان در گفتگو با سولین دیور، سولین دیور سلین دیون نیست، شما بی خود نخندین، یه کسی است، یه خانمی است که از لبنان خاطرات خیلی مهمی داره، عکس هم نداره ایشون و یک سخنها گفتگوهایی هم میکنه، غیر از اینکه بقیه کسانی هم که حالا مخالفت هایی دارن، دعای آزمایش دست طرف دراویش و دیگران هم به نوعی در این به هر حال در مجموع صدای یه نوع دیگه ای از سیاست ایران رو منعکس میکنه که در کانون شما آقای احمدنژاد. خیلی ممنون آقای بهنود و ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره تمام برنامه های بی بی سی فارسی رو میتونید برای ما بنویسید. راه های تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما و یا با آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.